فیلم برهنه کردن دانش آموزان خبری که تهران را میدان جنگ کرد مردم ریختن توی دبرستان هنرستان نازم دانش آموزا رو زده یکیشون بی حاله حالش خیلی خرابه نمیذارم بریم پیشش ببینیمش کارون بعد مرتضوی این دانش آموزه رو مدیر مدرسه مدیر مدرسه زده حالش خیلی بده کف داره میراده بر اساس ویدیوهای رسیده به ما والدین دانش آموزان هنرستان صدر تهران در اعتراض به تفتیش بدنی و کتک زدن دانش آموزان از سوی مسئولان مقابل این مدرسه تجمع کردند بر اساس گزارش ها در رسانه های اجتماعی یک دانش آموز مصدوم و به بیمارستان لغمان تهران منتقل شده است گزارش شده که مسئولان مدرسه دانش آموزان را تفتیش بدنی کرده و آنها را لخت نموده و بعضی از آنها را کتک زدند در همین حال ویدئوهای رسیده به ما حاکی از استقرار آمبولانس مقابل این مدرسه است هایی نیز از شلیک گاز اشکاور در مقابل این هنرستان منتشر شده و خبرگزاری مهر وابسته به سپاه دجال نوشت معموران با گفتگو تجمع کنندگان را متفرق کردند این خبرگزاری ضمن تایید تجمع در مقابل این هنرستان اعلام کرد که مأموران دجال یگان ویژه به این مدرسه وارد نشدند و تنها برخی از مأموران برای صحبت با والدین به داخل مدرسه رفتند این در حالی است که پس از این واقعه موج اعتراضات سراسر تهران را فرا گرفت معاون مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش هم در واکنش به این رفتار گفت به دلیل داشتن موبایل و تاکید مدیر مدرسه برای بازرسی از آنها تعدادی از دانش آموزان و والدین با مدیر مدرسه درگیر شدند او افسود هیچ دانش آموزی در این ماجرا فوت نکرده و تعدادی از دانش آموزان دوچار افت فشار شدند که با حضور نیروهای اورژانس در محل به وضعیت آنها رسیدگی شده است نیروی دجال انتظامی نیز گزارش درباره کتک زدن دانش آموزان در هنرستان دخترانه صدر را شایعات خواند و ادعا کرد آنچه اتفاق افتاد یک درگیری میان تعدادی از ارازل و اوباش در مجاورت این هنرستان بود که عوامل این درگیری بازداشت شدند در پی این اقدام و رفتار خشن با دانش آموزان معترضان در خیابان مرتزوی و اطراف هنرستان دخترانه صدر تجمع کردند و علیه علی خامنهای مفعول شعار سر دادند. بر اساس گزارش های رسیده، مأموران امنیتی در اطراف بیمارستان لغمان، جایی که دانش آموز هنرستان صدر بستری شده، حضور سنگینی دارند. در هفته های گذشته، گزارش های متعددی از تفتیش دانش آموزان در مدارس، بدرفتاری و خشونت با آنها و نیز حضور نیروهای امنیتی اهریمنی و همچنین نیروهای بسیج فاسد در مدارس منتشر شده است. پیشتر حمله مأموران امنیتی به دبیرستان دخترانه شاهد شهید رانی نظام اردبیل منجر به جان باختن اسرا پناهی شد. اطلاعات رسیده به ما از یک معلم مدرسه شاهد اردبیل هاکیست ضرب و جرح اسرا پناهی به دست مأموران که منجر به انتقالش به بیمارستان و جان باختنش شد مقابل چشم معلمان و دانش آموزان مدرسه انجام شده بود برادر پناهی که در پی انتحار بستری شده بود از بیمارستان مرخص شد بر اساس روایت اولیای یکی از دانش آموزان دبیرستان دخترانه شاهد اردبیل که برای ما ارسال شده دانش آموزان این مدرسه روز چهارشنبه بیست مهر برخلاف میل خود برای شرکت در یک راهپیمایی کثیف حکومتی برده شدند اما معلمان و دانش آموزان شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند مأموران دجال امنیتی در آن مراسم به دانش آموزان حمله کردند و پس از بازگردانده شدن دانش آموزان به مدرسه نیز مأموران به مدرسه رفته و دانش آموزان را ضرب و جهر کردند شاهزاده رضا پهلوی گفت چهارشنبه چله انقلاب ملی ایران است شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با اشاره به تقارن چهلم فوت محسا امینی و زادروز محمد رضا شاه پهلوی کبیر چهارشنبه را چله انقلاب ملی ایران خواست و ابراز امیدواری کرد مردم ایران و زنان کشور به زودی از ستم دیکتاتوری مذهبی رها شوند شاهزاده رضا پهلوی در پیام خود نوشت چهارشنبه چهارم آبان چله انقلاب ملی ایران است چهلم قتل ظالمانه دختری جوان که در خاک خود غریبانه از بین رفت و اینک نامش رمز انقلاب ماست ما ژینا امینی دختر ایران او افسود چهارم آبان برای من معنای دیگری نیز دارد زاد روز پدرم که پس از رنج فراوان در خاک قریب و با اندوهی عمیق به خاک سپرده شد خفتن در خاک قریب پس از آن بهمن شوم به سرنوشت ناخواسته بسیاری از ایرانیان تبعیدی بدل شد شاهزاده رضا پهلوی گفت همه ما در انتظار روز پیروزی و رهایی از زنجیر ظلم و ستم دیکتاتوری مذهبی هستیم روزی که زنان و دختران ایران با امنیت و آزادی زندگی کنند و در کشور خود قریب نباشند و هیچ ایرانی تبعیدی در کشور قریب به خاک سپرده نشود این پیام تاکید کرد با پایداری و همبستگی با تداوم و گسترش اعتراضات و اعتصابات آن روز نزدیک است نزدیکتر از آنچه دشمنان مردم گمان میبرند. با وجودی که خانواده محسا امینی در روزهای اخیر در ارتباط با برگزاری مراسم چهلم ژینا تحت فشارهای امنیتی و تهدیدهای جانی بودند یکی از اعضای این خانواده سهشنبه به ما گفت روز چهارشنبه مراسم چهلم ژینا را در آرامستان آیچی سقز برگزار خواهند کرد در همین حال فراخانهای مختلفی برای تجمع در چهلم محسا امینی در شهرهای سراسر کشور منتشر شده است. مرکز همکاری احزاب کردستان ایران نیز در بیانیه‌ای با اشاره به گذشتن چهل روز از فوت محسا امینی از زنان و مردان در همه جای شهرها دعوت کرد. روز چهارشنبه چهارم آبان با لباس کردی بر سر مزار شهیدان جمع شده و بعد از ظهر در میادین و خیابانها تجمع کنند. شماری از فعالان حقوق زنان نیز در فراخانی از مردم خواستند روز چهارشنبه همزمان با چهلم محسا امینی ساعت پنج بعد از ظهر در خیابان شریعتی تهران و میادین اصلی شهرها جمع شوند. گروه های جوانان محلات تهران و جوانان محلات تبریز نیز در بیانیه هایی برای برگزاری تجمع های اعتراضی همزمان با چهلمین روز فوت محسا امینی فراخان دادند.